با درود ببینید، بشنوید و خود قضاوت کنید. رضا، چهارم مرداد سالگرد درگذشت او بود. در خانواده روستایی و فقیری در کوهستانهای مازندران به دنیا آمد. خدمت خود را به کشور از سربازی آغاز کرد. روزی که آمد، ایران در خاک نشسته بود. روزی که رفت، تنها مشتی خاک از ایران آباد را با خود برد. بخشی از خدمات او، دستور به سر گذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و عمامه به همه مردم در سال 1303 خورشیدی و در پست نخست وزیری، تغییر پوشش رسمی مردانه از قبا به کت و شلوار، کشف حجاب، تغییر لباس زنان از پیچه و روبند به لباس و کلاه فرنگی و باز کردن صورت، ایجاد دادگستری در بهمن 1305، تأسیس قشون متحدالشکل و ارتش در سال 1300، تدوین اولین قانون مدنی ایران در 3 جلد، جلد اول در اموال 1307، جلد دوم در اشخاص 1313 و 1314، جلد سوم در ادله اثبات ادعا، سامان بخشی به ثبت اسناد و املاک به صورت فعلی در سال 1311، بنیانگذاری ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه در سال 1304، لغو کاپیتولاسیون برای همه اطباء خارج 22 اردیبهشت 1307، اسکان عشایر، براندازی خانسالاری یا ملوک الطوایفی، بنیانگذاری بانک سپه، نخستین بانک ایرانی 1 اردیبهشت 1304، ساخت راه آهن سراسری ایران از خلیج فارس تا دریای خزر، آغاز 22 مهر ماه 1306، اتمام 3 شهریور 1317، ساخت راه آهن قم یزد زرند، آغاز سال 1317، بنیاد گذاری بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت 1306، بنیانگذاری بیمه ایران در 15 آبان 1314، جاده سازی، پل سازی و تونل سازی در کشور، بنیانگذاری بانک فلاحتی یا بانک کشاورزی در سال 1312، بنیانگذاری رادیو ایران، نخستین ایستگاه رادیویی ایران در سال 1318، افتتاح در 4 اردیبهشت 1319، بنیانگذاری خبرگزاری پارس، نخستین خبرگزاری ایرانی در سال 1313، بنیانگذاری دانشگاه تهران، نخستین دانشگاه ایرانی در ایران در سال 1314، آغاز بهره برداری 1316، تغییر تقویم رسمی ایران از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی،
اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به فرانسه، آلمان و انگلستان. 60 تن در سال 1301، در حالی که خودش تنها یک مسافرت خارج رفت و آن هم ترکیه. ساماندهی تعرفه گمرکی و واریز درآمدهای آن به حساب دولت در سال 1315، تشکیل موزه خزانه جواهرات برای پشتوانه اسکناس در سال 1316، سرکوب شیخ خزعل در خوزستان و بازگرداندن این خطه به دامن میهن آذر 1303. بریتانیا از شیخ خزعل حمایت می کرد و رضا شاه را تهدید هم کرده بود. تأسیس فرهنگستان ایران برای تقویت زبان و ادب فارسی در 29 اردیبهشت 1314، تأسیس بانک رهنی برای گسترش خانه‌سازی در کشور در 25 دیماه 1317، تأسیس نیروی دریایی در سال 1311، آموزش افسران ایرانی در ایتالیا در شرایطی که تا قبل از آن بریتانیا یگانه قدرت دریایی در جنوب ایران بود، بنیانگذاری نیروی هوایی در سال 1303، فرستادن اولین محصلین خلبانی به اروپا در سال 1302، فارغ التحصیلی اولین خلبان ایرانی احمد نخجوان در 1304 که در 5 اسفند در اولین پرواز رسمی در فرودگاه قلمرغی به زمین نشست، تأسیس اولین کارخانه هواپیماسازی ایران شهباز در سال 1312، آغاز بهره برداری در 1314، پرواز اولین هواپیمای ساخت داخل در اول مرداد سال 1317، تأسیس کتابخانه ملی ایران در سال 1316، برچیدن بلدیه شهری قاجار و تأسیس شهرداری در سال 1309، الغای امتیاز نشر اسکناس توسط بانک های خارجی در سال 1309 و اختصاص آن به بانک ملی در سال 1310، تأسیس دانشسره ها و مؤسسات آموزشی در سال 1312، تأسیس مدارس دخترانه و راهیابی بانوان به دانشسرای عالی در سال 1314، تأسیس سازمان غلات و محصولات کشاورزی در سال 1315، آغاز بهره برداری از سیلوها در سال 1319، لغو امتیاز بی قید و شرط فرانسوی ها برای باستان شناسی در ایران در سال 1306، تأسیس اداره باستان شناسی و بیرون آوردن بخش عمده پرسپولیس و پاسارگاد از زیر خاک 1307، پایه‌گذاری فولاد، اقدام به ساخت اولین کارخانه فولاد در سال 1309 که متاسفانه با آغاز جنگ جهانی دوم به اتمام نرسید، ایجاد صنایع دخانیات داخلی در سال 1316، راه اندازی اولین کارخانه قند و شکر در 1309، اولین کارخانه در 1274 تأسیس گردیده بود اما بعد از 3 سال با فشار کمپانی های خارجی بسته شد، تأسیس اولین کارخانه سیمان در 1312 در نزدیکی شهر ری با ظرفیت 100 تن در روز،
تأسیس اولین کارخانه آرتسازی در سال 1299، تأسیس اولین کارخانه بافندگی نخ و ابریشم در سال 1304، تأسیس موزه ملی ایران در سال 1316، تأسیس انجمن ملی تربیت بدنی، خواستگاه سازمان تربیت بدنی کل کشور در سال 1313، تأسیس استادیوم امجدیه تهران یا شهید شیرودی فعلی در سال 1313، امکان استفاده همگانی از تلفن در سال 1302 شمسی، قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی با شرکت زیمنس و هالسکه منعقد شد و سه سال بعد در آبان سال 1305 شمسی تلفن خودکار جدید بر روی 2300 رشته کابل در مرکز اکباتان آماده بهره برداری شد. مرکز تلفن اکباتان در سال 1316 شمسی به 6000 شماره تلفن رسید. حمایت واقعی از تولید، کار و سرمایه ایرانی، افزایش تعداد شرکت‌های صنعتی ایران از 93 شرکت در سال 1310 به 1835 شرکت در سال 1320. توسعه صنایع دیگر، 8 کارخانه چرمسازی، کارخانه‌های جوراب، چشم‌بافی، کبریت‌سازی، آهن‌سازی، ریختگری، نجاری، کیسه و حریربافی رشت، بطری‌سازی، کمپوت و مرباسازی خراسان، کارخانه پنبه اصفهان، کارخانه تهیه ترابرس و کارخانه قیراندود کردن ترابرس، کنف، کارخانه تولید صابون و روغنکشی، زنباره و عیاش نبود، همواره لباس نظامی بر تن داشت. حکومت برای یک کشور مفلوک با مردمان فقیر و تحقیر شده را بر خود نمی پسندید. آرزو داشت ایران را کشوری پیشرفته، مستقل و مقتدر ببیند. بی سواد بود اما به اهمیت علم و دانش کاملا واقف بود. برای توسعه علم و نهادینه شدن آن در کشور ارزش بسیار قائل بود. مستبد بود و مخالفان سیاسی و نظامی خود را بر نمی‌تابید. 4 مرداد سالگرد درگذشت اوست. در خانواده روستایی و فقیری در کوهستان‌های مازندران به دنیا آمد. خدمت خود را به کشور از سربازی آغاز کرد. روزی که آمد ایران در خاک نشسته بود. روزی که رفت تنها مشتی خاک از ایران آباد را با خود برد. نامش را رضا امضا می کرد. به امید آگاهی و آزادی و بازگشت به عظمت گذشته پرافتخارمان. پاینده ایران و ایرانی.